سلام گرم و صمیمانه من به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سرحال باشید. سیما بهاری هستم با همکارم حسین خدایی‌فر در خدمتون هستیم از برنامه گفتگو. آکسفام در تازه ترین گزارش خودش میگه که در حالی که شمار ابر ثروتمندان و دارایی اونها به شدت افزایش پیدا میکنه، فقرای جهان فقیرتر میشن. بر اساس این گزارش تنها در سال 2018 میلیاردرهای دنیا 900 میلیارد دلار به دارایی خودشون اضافه کردند. به عبارتی تقریبا هر روز 2.5 میلیارد دلار به دارایی اونها اضافه شده. طی سال گذشته هر دو روز یک بار یک میلیاردر جدید در جهان سر برافراشته و شمار میلیاردرها طی 10 سال، یعنی از زمان بحران جهانی اقتصادی سال 2008، دو برابر شده. این مؤسسه در ادامه توضیح میده که روزانه 10,000 نفر به خاطر دسترسی نداشتن به بهداشت و امکانات پزشکی جان خودشون رو از دست میدن و قربانی عمده این وضعیت زنان و کودکان هستند. آکسفام میگه اگر ثروتمندان 0.5%، فقط 0.5% مالیات بیشتری برای دارایی های خودشون بپردازن، میشه جلوی مرگ 3,300,000 نفر رو با دسترسی به امکانات بهداشتی گرفت. ریشه این مصائب بشری رو کجا باید جستجو کرد؟ فاتحه بهرامی به سوالات ما پاسخ میده. فاتحه بهرامی، فکر کنم ارتباطمون برقرار باشه. بله، سلام میکنم به شما فاتحه بهرامی، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. متشکرم، با سلام به شما، خسته نباشید. خیلی متشکر. اگه ممکنه شما جنبه بیشتری از گزارش آکسفام رو توضیح بدید. بله، شما خب نکات اصلی رو گفتید که چه وضعیتی تو دنیا و رابطه بین این ثروتمندان و این نظام و سیستمی که دنیا حاکمه با وضعیت بقیه مردم دنیا. یه نکته دیگه که توی این گزارش هست اینه که خیلی جالبه، این به نسبت پارسال این عددم البته اضافه شده، همونطوری که به شکل دیگه اشاره کردین، اونم اینه که تقریبا نصف کره زمین، فقرا، نصف تمام مردم جهان داراییشون به اندازه 26 نفره. یعنی از این ثروتمندان دنیا تو این گزارش گفته 26 نفرشون مجموعه ثروتشون میشه معادل نصف کره زمین. خب این همه چیز رو در مورد ضد انسانی و جنایتکارانه بودن این سیستم میگه که چنین امکانی رو وجود میاره. یا اینکه شما هم گفتین روزانه اینا ظاهرا عدده و کسی رو نمیاز داره، روزانه 10,000 نفر میمیرن که بیشترشون هم زنان و کودکان هستن، بخاطر اینکه دسترسی به بهداشت و دارو و دکتر اینا ندارن و تو خیلی جاها اینا رو تجملی به اصطلاح یا تحصیل رو تجملی در نظر میگیرن. این فقط متعلق به قشر ثروتمند و طبقه سرمایه دار و اینا. چیز دیگه که اضافه به اصطلاح تو این بحث هست، بازم میگه نصف این کره زمین دستمزدشون روزانه 5.5 دلار. یعنی آدم معمولی که تو این مثلا کشورهای غربی اگر معادل مینیموم حقوقش هم بگیم 15-16 دلار در ساعت، مردم تو بخش نصف کره زمین در روز تقریبا 1/3 ساعت، یعنی به اندازه 20 دقیقه حقوق آدم معمولی میگیره، ثروتمندان به جای خود. و اینکه 12% دارایی، نکته دیگه که گفتن دارایی میلیاردرها اضافه شده فیگه سال گذاشته، از اون ور 11% مال فقرا کمتر شده. در نکته آخرم که من فقط اشاره کنم، وزیر زنان هست. در اینا خودش یه نهادهایی است که خود این سیستم درست کرده برای دفاع از خودش، همچنان آکسفام، که یه راهلای بازم سرمایه‌داران و بورژوایی رو جلو مردم میذاره که جلو شورش و انقلاب و اینا رو بگیرن، ولی به هر حال مجبور میشن به یه حقایقی هم که هست یا بخشی از اون حقایق اشاره کنن. در مورد زنان میگه که
اگر اون به اصطلاح پولی که مثلا به جای کار زنان یه شرکتی انجام بده که حقوق معمولی بهش بدن، اینو سرهم جمع بکنن، مال زنان تو دنیا معادل 43 برابر شرکت بزرگترین شرکت دنیا که اپل هست. خب اینا داره اشاره میکنه که امروز یه نظامی تو دنیا حاکمه که بخش عمده مردم رو به قهقرا برده. روزانه ده ها هزار نفر آدم میمیرن از گرسنگی، از بیدارویی، و یه عده معدودی ثروتاشون رو که خیلی از مردم راستش نمیدونن معنی واقعی این ثروت های مثلا 200 میلیارد دلار یعنی چی. در حال این وضعیت این نظام و گوشه از اینا رو آکسفام اشاره کرد. بله، وقتی که آدم گزارش آکسفام رو میخونه یه جوری انگار منطقی نیست برای همینجوری که نگاش میکنی، چرا که مثلا گفته میشه تو اون دورانی که بحران سرمایه‌داری بود میگفتن ورشکست شدن، سوداوری ندارن، غیره و غیره. الان طبق این گزارش میبینی که علی رغم این بحران به اصطلاح نه تنها سوداوری داشتن بلکه سوداوری خیلی بالا داشتن. اینو چجوری میشه توضیح داد؟ چجور ممکنه که میلیاردرها میلیاردرتر بشن، بیشتر سوداوری داشته باشن؟ این فشار بحران فقط انگار که دامن فقرا رو گرفته. خب این تناقضی نداره، ثروتمندتر شدن یه عده از سرمایه داران با مثلا بحران اقتصادی که دامنگیری نظام میشه و هر از گاهی به حال سر بالا میاره. 2008 رو من یه مثال فقط خدمت شما بگم، 2008 اون بحران به اصطلاح جهانی و مسکن توی امریکا که شروع شد، اگه یادتون باشه تو اخبار خودشون گفتن که به خاطر اینکه یه سری از شرکت ها کارخونهشون نبندن و فشار نیاد، تعداد بیشتری مردم مثلا بیکار نشن و تبدیل بشه به یه بحران اجتماعی، دولت اوباما تو اون زمان پولای گنده ای رو به اصطلاح به اینا کمک میکرد، بیلاوت، و این ارقام خیلی عجیب و غریب بود. و توی وسط اینا یکی اضافه کرد که یکی از این کارخونه دارا یا سرمایه داران در اوج اون بحران که هزاران نفر به اصطلاح بی خانمان و بیکار شدن و افتادن توی خیابون و اینا، طرف حاضر نشده بود که مسافرت لوکسشو توی یه آخر هفته ازش بگذره که 400 میلیون دلار یه همچین چیزی خرج دو روز تعطیلی آخر هفته شده بود. و بانک ها پولای گنده گرفتن از دولت به سرمایه دارن و این پولا رو دولت از پول به اصطلاح خزانش خرج میکرد که به اصطلاح در واقع میگن یکی از منابع اصلیش مالیات مردمه، از جیب مردم فقیری که ریخته بودن توی خیابون دادن به اونا که اونا به اصطلاح فرض کن کارخونشون داره نگه دارن یا نبندن. خب اینو به عنوان یه مثال گفتم تو اوج اون بحران چطوری چل ارقام گنده به اصطلاح به اینا دادن. اما به لحاظ عمومی و تحلیلی چرا اینطوریه که گفتم تناقض نداره، خیلی ساده اگر بخوام، بحران سرمایه داری یه جوری راه حل خودشم همراهش هست، به این معنا که تو دوره های بحران سرمایه داران رقابت بینشون خیلی شدید میشه و برای همین در اصل این رقابت بخش زیادی سرمایه های کوچکتر از دور خارج میشن و اون سرمایه داره بزرگ اونا هی فل بهتر و گنده تر میشن و اونا رو به یه معنا میبرن و سودشون به این معنا در واقع اگر اون بحران از اینکه نرخ سودشون اومده پایین، در جریان حل و فصل این بحران اون نه تنها سر جاش میاد بلکه بزرگتر میشه. برای همین بعد از هر بحران سرمایه داری شرکت ها و سرمایه داره گنده به اصطلاح قوی تر و ثروتمندتر و نیرومندتر میشن تو سطح جامعه و طبعا از اون ورش هم بخش اصلی جامعه طبقه کارگر و مردم زحمتکش فقیرتر و به اصطلاح فشار بیشتر روش میاد. برای همین این نکته‌ای که اشاره کردید، بله اتفاقا تو دوره بحران اینا خیلی بیشتر میشن. حالا جدا از اینکه بحران هم که تموم بشه همه اوضاع دستشون و وضع بهتره، یعنی میخوام بگم تناقضی نداره. این از خصوصیت نظام سرمایه‌داریه که به اصطلاح همه چیز در خدمت این طبقه است و بالتر سرمایه‌داران گندم به اصطلاح نقش راهبردی همه چیز رو تو این رابطه دارن. اما نکته دیگری که مؤسسه آکسفام بهش اشاره میکنه فرار مالیاتی و نپرداختن
مالیات از جانب سرمایه های بزرگ هست که این یه به اصطلاح پرده برداری ازش میکنه. فرار مالیاتی چیه؟ تأثیرش روی زندگی مردم به چه صورت خواهد بود؟ خب فرار مالیاتی خیلی ساده، یعنی اینکه امتناع کردن از پرداخت مالیات، اینه به اشکال مختلف، حالا اونطوری که خداشون میگن هم راه های غیر قانونیش هست هم راه هایی که یه معنا قانونیه غیر قانونی نیست در واقع. و مالیات خودش یه بحث مفصل دیگه ایه که اشکال مختلفی داره، ولی به طور کلی فرار مالیاتی یعنی نپرداختن مالیات توسط سرمایه داران یک پدیده خیلی گسترده و تو تمام دنیا توی همه جا هست. حتی روزنامه های جمهوری اسلامی بارها و بارها به اصطلاح اشاره کردن، بخصوص تو متن دعوای جناها که مثلا فلان سرمایه دارا به اصطلاح مالیاتشون نمیدن، اگه بدن فلان میشه بهمان میشه. این یه واقعیتیه که در واقع اشکال مختلف و پیچیده ای داره، از اینکه یه بخشش ثروتشون رو قایم میکنن گزارش درست نمیدن، یا شرکت های دروغین و ظاهری درست میکنن که به اصطلاح بخش عمده ثروتشون رو بپوشونه. اشکال مختلفی از این مسائل به اصطلاح هست تا اینکه سرمایه‌داران جلوگیری بکنن از پرداخت مالیات. مالیات گنده به اینا تعلق میگیره اگه پرداخت بکنن. برای همین این پدیده جدید نیست، این خیلی دائمی همیشه هست و یه بخش عمدهش هم حتی قوانین هم اجازه میده اینطوری. و راست شما بخوای به طور کلی میشه گفت که جدا از اینکه بعضی وقتا انتقادایی از یه جناح خود بورژوازی میشه، ولی میگم چاقو دست خودشو نمیبره. این نظام مال سرمایه داراست دیگه، هر طوری که بخوان قانون و شرایط به نفع اونا کار میکنه. تأثیرش روی مردم چیه؟ دولت اونطوری که خودشون داخل به حال اعلام میکنه و به طور واقعی بخشش هم هست، بخشی از درآمد دولت ها از مالیات به اصطلاح تامین میشه، از جامعه مالیات میگیرن، میره توی به اصطلاح خزانه دولت و بعدش هم بر اساس این بودجه سالانه تهیه میکنه و خلاصه کارهایی که دولت باید انجام بده میره سراغه. این مالیات ندادن خیلی وقتا میشه بهانه دست دولت ها، میگن کسر بودجه داریم، و تماما فشارش میفته روی بخش فقیرتر و معمولی جامعه، میان به اصطلاح اون چیزی که خرجی که باید برای جامعه بکنه نمی کنن و اشکال مختلف از یه تسهیلاتی که برای جامعه هست میزنن، به خاطر اینکه مثلا میگن درآمدمون کم شده، کسی بودجه داریم، مالیات ندادن. الان به نقطه انفجاری رسیده، اونایی که یه کمی به اصطلاح دورتر رو نگاه میکنن میگن اگر یه کمی سر کیسه رو شل نکنن سرمایه‌داران و گنده، انفجار اجتماعی پیش میاد، همون با هم میریم هوا. داستان اینه در واقع، و این اتفاق به اشکال مختلف از قبل بوده، خیلی این تذکرها رو دارن از داخل خود این نظام دارن میدن. این مسئله ماجرای فرار مالیاتی است. خب مصائب و یا ریشش رو باید اینجا جستجو کرد، یعنی وجود ابر سرمایه دارا و نپرداختن مالیات از جانب سرمایه دارا، این مصیبت؟ نه خب معلومه روشنه که این نیست، یعنی راستش اگر مالیات هم بدن دولت ها اینطوری نیست که من همونطوری که اشاره کردم گفتم بهانه شون اینطوری میشه. طبعا ممکنه حالا یه دولتی هم یه کمی به اصطلاح از اون یکی کمتر حال باشه، یه مقدار یه کارایی رو انجام بدن برای مردم، حقوق مردم مثلا بدن، یا بیمه های اجتماعی رو خیلی قطع نکنن، ولی در نهایتش این سیستم فقر، بیکاری، مصائب دیگه اجتماعی که تو این جامعه هست زاده این نظامه، ربطی به این نداره. شما یه لحظه فرض کنید این 26 نفری که گفتن یا تمام این سرمایه دارن اون مقدار مالیاتی که میخوان بدن و بدن، نهایتش چی میشه؟ الان میگن دولت امریکا چندین تریلیون دلار چیز داره، کسر بودجه داره، کسر بودجهشون رفع میشه، مگه دولت ها برای چی خرج میکنن؟ مگه خود دولت رابطش با سرمایه داران چیه؟ دولت توی این نظام نماینده مستقیم طبقه سرمایه داره، در واقع زندان و دادگاه و ارتش و تمام اینا برای حفظ منفعت این بخشی که داریم در موردش صحبت میکنیم وجود اومده. جامعه اینا مال خودشون میدونن، همه باید در خدمت اینا باشن. به این معنی دولت کارگزار اینا هست، دولت نماینده سیاسی طبقه سرمایه دار هست توی هر جامعه، و در نتیجه تمام این بدبختی ها از خود این سیستم میاد، ربطی به این نداره. این پولان بره اونجا
دولت خیلی خیلی به اصطلاح خوبی باشه، ممکنه 1 در 1000 کارایی رو که انجام نده این دفعه بیاد انجام بده. فقر ربطی به این نداره، بیکاری ربطی به این نداره، استثمار و بیحقوقی انسان ربطی به این نداره. میخوام بگم تمام اون موضوعاتی که شما گفتی نخیر، با اینا حل نمیشه، این نظام باید از سر راه مردم بره کنار. خب پس چطور میشه به این مصیبت واقعا پایان داد؟ آیا میشه سرمایه‌داری رو اصلاح کرد تا بقیه مردم هم بتونن بالاخره سهمی از زندگی داشته باشن، دنیا امن‌تر باشه، انسانی‌تر باشه؟ چه میشه کرد؟ راستش این تئوری اصلاح سرمایه‌داری و سرمایه‌داری با چهره انسانی اینا یه تئوری های پوسیده ای که خود داخل این نظام از خیلی وقت پیش گفتن و خیلی سریع هم شکست خورده. از اون دوره مثلا دهه 60 و 70 که یه به اصطلاح رونقی بود و چند سالی در 15 سالی توی اروپای غربی وضع به اصطلاح جامعه بهتر بود، بیکاری کمتر بود اینا، اون که رفت کنار، بحران اومد. یعنی مثلا مشخصا از دوره ریگان و تاچر تا امروز مرتبا روز به روز از سرمایه‌داری بدتر شده. امروز دیگه همشون دارن میگن داره به اصطلاح کار به جای باریک داره میکشه، فکری باید کرد، سرمایه‌داری دیگه جواب نیست، به آخر خط رسیده. این بحثی که داخل خودشون دارن میگن. در نتیجه اصلاح سرمایه‌داری اولا امکان پذیر نیست، این تاریخی که داره اینطور نگاه بکنیم. بعدش هم فرض کنیم یه ذره بهتر شد، گفتم همونطوری که مثلا درصد بیکاری رو از 20% و 15% کردن یک رقمی، تمام این بدبختی هست. این نصف کره زمین شد 1/4 فقرش. این 26 نفر فرض کن شدن 250 نفر. چه دردی از جامعه، بدبختی که به جامعه تحمیل میشه، فلاکتی که امروزه هست از اساس این نظام هست و مناسباتی که توش هست و خصوصیات پایه‌ای که داره. در اینچه با هیچ نوع اصلاح این معضلات جامعه از بین نمیره. بله خب یه وقتای صحبت میشه که سوسیالیسم راه نجاته، اما تجربه‌ای که از کشورهای سوسیالیستی هم داریم تجربه های موفقی نیستن، یه جورایی شکست خوردن. انگار نمیتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که بگیم هم طرح سرمایه‌داری شکست خورده است هم طرح کشورهای سوسیالیستی. خب تجربه سوسیالیستی نداریم، بس اینه. یعنی تمام چیزی که توی شوروی سابق اتفاق افتاد و به اسم سوسیالیسم دارن، اساسا خود سرمایه‌داری بورژوازی و سخنگویانش بیشتر از هر کسی به عنوان سوسیالیسم میکنن تو چشم جامعه، برای اینکه سوسیالیسم و کمونیسم بزنن. ما بارها گفتیم سر این سوسیالیسم نبود، انقلاب شد، انقلاب کارگری بود، انقلاب به یه معنا سوسیالیستی بود. برای 3-4 سالی قدرت رو از دست سرمایه‌داران گرفت و دست کارگران داد قدرت سیاسی رو. اما به اصطلاح قبل از اینکه به لحاظ اقتصادی سوسیالیسم تو اون جامعه بره پایه‌هاش رو به اصطلاح بکوبه، به سمت دیگه رفت اون جامعه و شد سرمایه‌داری دولتی. تفاوت اون سیستم با غرب و سرمایه‌داری جاهای دیگه این بود که اینجا سرمایه‌داری آزاد، بازار آزاد، اونجا دولتی بود و میگفتن با برنامه. در نتیجه اساس وقتی نگاه میکنیم هر دو سرمایه‌داری بودن. ما در هیچ کجای دنیا شاهدی نبودیم که سوسیالیسم برقرار بشه که شکست بخوره. سوسیالیسم هنوز برقرار نشده. ما المنتاش رو توی حزب کمونیست کارگری بارها و بارها اشاره کرده به اینکه سوسیالیسم چیه. و راستش امروز کمونیست ها و سوسیالیست های واقعی که دارن میرن مراجعه میکنن و مارکس همه چیز رو روشن توضیح داده. بس اینه، یک جناح سرمایه‌داری اومد، یه نظامی ساخت در رقابت با اینی که برای یه دوره هم رشد کرد و بعد از شکستش الان دارن اون شکست رو در مقابل تمام مردم، کارگر و زحمتکش دنیا میگن به عنوان شکست سوسیالیسم و کمونیسم، میخوان سر بلند نکنن. تمام داستان همینه، وگرنه اون نظام برقرار نشده که شکست بخوره. بله خب فکر میکنم یه مقدار فرصت داشته باشیم که تعریف شما از سوسیالیسم یا سوسیالیسم واقعی اونجوری که مارکس میگه چی هست، تفاوتش با سوسیالیسمی که اینجا ما به اسم سوسیالیسم دارن به مردم میخورونن چی هست. فکر کنم کمی فرصت داشته باشیم. من خیلی خلاصه بخوام اشاره بکنم چون بالاخره بحث خیلی مفصلیه. اینو به لحاظ اجتماعی و سیاسی طرف باید بگیم که به لحاظ آزادی انسان تو جامعه میاد دنیا آزاد،
زن و مرد همه رقم آدم های مختلف از هر جایی که اومدن برابرن و آزادن و هیچ چیزی نباید مانع اینا بشه. آزادی سیاسی در اشکال مختلف تا اونجایی هست و تصمیم گیری دست خود مردم باشه، نه یک دولت هایی مثل دولت های کونی بالای سرشون باشه و سیستمی رو مثل پارلمان ها درست بکنن. اینا میره کنار، میگی مردم خودشون تصمیم میگیرن، اجرا میکنن، قانون وضع میکنن و طبعا مردم علیه خودشون کاری نمیکنن. این به لحاظ سیاسی بالاخره من خیلی خلاصه اینو بگم، ولی اساسش انقلاب اقتصادی هست. جامعه سرمایه داری بره کنار، سوسیالیسم بیاد، یعنی پایه های اقتصادی جامعه باید بره کنار. چیزی که امروز ما میبینیم اینه که انسان ها از صبح بلند میشن میرن سر کار، شب میان، در واقع نیروی کارش نمیفروشن که زنده بمونن. تو اون مسئله این توی نیست. مثال معمولی و عامیانش میگن شما تو خانوادتون که چند نفر هستین مگه به کسی مزد میدین کار میکنن؟ مردم میرن سر یخچال، هرچی هست با هم میخورن، با هم میپوشن، با هم خوبن، با هم خوشن، نه کسی از کسی مزد میگیره، نه کسی استثمار میشه، با هم هم هیچ دعوایی ندارن توی خانواده ای. حالا جامعه چرا نمیتونه مثل خانواده باشی؟ خانواده بزرگ، انسان ها میان به اصطلاح در سن معینی شروع میکنن کار کردن، تولید میکنن، همه چیز متعلق به جامعه است. مالکیت میره کنار، مالکیت وسایل تولید که دست سرمایه دارن و این برا رو سر مردم میارن و همه چیز در دست خودشون میره کنار، به مالکیت اشتراکی کل جامعه در میاد و وقتی اینطوره اون موقع همه چیز هم متعلق به مردم هست. این چه لزومی نداره کسی دزدی بکنه، فقری وجود نداره. میخوام بگم چیزی که مارکس اشاره میکنه، نظامی که ما داریم اشاره میکنیم، مبتنی بر رفاه انسانها و آزادیشون و به لحاظ اقتصادی هم همینطوری گفتم تعاون و همکاری پایه همه چیزه. هیچ مبنایی نه برای دشمنی هست، نه برای استثمار هست، نه برای مالکیت میری کنار و همونطوری که گفتم این تفاوت پایه ای هست و برای همین نگاه کردن به جامعه رو مبنا رو میذاره رفاه انسان ها. اینجا تو سرمایه داری مبنا سود سرمایه داره، کارخونه دار سودش کم میشه، میبنده میره یه جای دیگه، 2000 نفر آدم میفتن تو خیابون با خانواده هاشون. این تمام داستان. هر چی سودآور خوبه برای اینا، هر چی سودش کمتره خوب نیست. بقیه مردم باید در خدمت این نظام باشن، این سرمایه داری. خب کمونیسم و سوسیالیسم هم که من اشاره کردم خدمتتون مبناش انسانه و در واقع انسان ها برن زندگی و رفاه خوبی داشته باشن و در کنار هم با صلح و صفا زندگی بکنن و تصمیمات خودشون بکنن. این جامعه کاملا امکان پذیری از هر نظر و من فکر میکنم الان به تدریج داره اشکال مختلف تو سطح دنیا این میاد جلو که این سیستم فعلی ضد انسان رو باید بره کنار و هیچ راهی نیست جز این که جامعه به اصطلاح قدم بذاره توی اون عرصه که برای کمونیسم بجنگه. بله، اما در پایان صحبتامون این نکته رو مطرح میکنم که اینکه جامعه سوسیالیستی مطلوبه یه طرف قضیه است، اینکه چقدر امکان پذیر هست فکر میکنم اساس صحبت باشه. آیا ممکن هست که بشر واقعا از این دوران تاریک تاریخی رد بشه و به یه افق روشن دست پیدا بکنه و واقعا از این مصیبت ها خلاصی پیدا کنه؟ بله 100% به نظر من ممکنه. این ناممکن بودن و اینا رو به اصطلاح خیلی ها بحث کردن، یعنی اینقدر کمونیسم و اون جامعه کمونیستی همه چیزش که خیلی مختصر من یکی دو نکتهش رو اشاره کردم، انسانی نمیتونه حتی خود سرمایه داری مقابلش وایسه. یه عده میان میگن که خب نمیشه، خوبه، نمیدونم مدینه فاضله از این حرفا، ولی امکان پذیر نیست. این امکان پذیر توی دو عرصه عمومی که میگن، یکیش اجتماعی و سیاسی دیگه، چون بخشن مسئله پول و امکانات و رشد نیروهای مولد و جامعه عقب مانده است و اینا رو دارن مطرح میکنن که بگن نمیشه که جلوشو بگیرن، ولی یه بخشش احتیاج به پول و این رشد نیروهای مولد اینا نداره. مثلا همین فردا شما جامعه سوسیالیسم تو ایران برقرار بشه یا تو هر جای دنیا اعلام بکنید زن و مرد برابرن، خب پولی بابتش خرج نمیشه، هم باید دفاع بکنن. من انسان ها زحمتکش و شریف تو جامعه از این حمایت میکنن.
زن و مرد آزاد باشه. کسی کودک باید تا سنی که میاد تحت به اصطلاح تکفل جامعه باشه، جامعه باید تأمینش بکنه، دوش خانواده نباشه. همه آدم ها آزادی سیاسی، اجتماعی، تحزب، آزادی بیان، اینا تو جامعه قانون اساسی مملکت کسی نمیتونه به خاطر بیانش، به خاطر انتقادش آدمی رو بندازه زندان. اینا که پول نمیخواد، اینا که چیزی برای مانع این، اگر جلو اینا رو گرفتن تا حالا برای اینکه به قبای حکومت ها برخورده، برای اینکه ازشون افشاگری شده، برای اینکه فرض کن ثروت هاشون رو به اصطلاح افشا کرده تو جاهای مثل ایران میندازن زندان. برای همین این بخش که خیلی فورا امکان پذیره، اما بخش اقتصادیش که میگن اونا که میگن مطلوب نیست، من فقط یه نکته رو تاکید میکنم چون بحث مفصل و وقت کمه، اونم اینه که هر آدمی که تو جامعه کار میکنه محصول کارش راستش به اندازه 4-5 نفر آدم رو سیر میکنه حد اول، و با تولید امکاناتی که امروز هست به لحاظ اقتصادی، رشدی که جامعه کرده، تکنولوژی که وجود داره، همین حجم کارگری که امروز تو جامعه داره کار میکنه، انسانایی که دارن کار میکنن، اینا ثروتی که تولید میکنن برای کل جامعه نه تنها به اصطلاح کم نیست بلکه زیاد هم هست. بحث اینه که این ثروت ها خرج چه چیزایی میشه که امروز خرج مردم نمیشه. تو ایران نگاه بکنید، میره تو جیب آیت الله، جیب پاسدارا، میفرستن برای سوریه و عراق و افغانستان برای جنگ با به اصطلاح نیروهای دیگه، کمک به تروریست های دیگه و جاهای دیگه هم همین قضیه است. توی امریکا رو نگاه بکنید که تو چند کشور دنیا این کشور رفته بمب انداخته، حکومت سرنگون کرده، سازمان جاسوسی درست کردن. این پول هنگفت عظیمی که برای این نوکارا، همه از جیب طبقه کارگر، همه از کار انسانهایی که تو جامعه مسئول زحمت کشیدن در میاد و خرج این مسائل میشه. شما اینا رو بذارین کنار، بدین به جامعه، ببین چه بهشتی برای مردم میتونید درست بکنید، و همین امروز تمام دنیا رو شما میتونید با بالاترین سطح رفاه برقرار بکنید، به شرطی که این مسائل نباشه. جنگ ها میره کنار، دزدی ها میره کنار، و این استثمار میره کنار، و میخوام بگم به لحاظ اقتصادی هم سطح تولید و تکنولوژی و پیشرفت همین امروز بشر هست، و دیگه لازم نیست آدمی بره 15-16 ساعت کار بکنه. حتی ممکنه با 5 ساعت کار کردن و 4 ساعت یا 6 ساعت حد اکثر کار کردن جامعه امولاتش خیلی بگذره. برای همین سوسیالیسم تنها جواب تمام مسائل و بدبختی های امروز جامعه است، و باید به سمت اون قدم گذاشت و جنگید براش، و انقلابی که باید اینو به اصطلاح جامعه رو متحول بکنه به اون سمت، ولی انقلاب و کارگری که به اصطلاح جامعه داره بهش خیره میشه. بله، خیلی متشکر از شما فاتح بهرامی. خیلی ممنون. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با فاتح بهرامی در رابطه با ابر ثروتمندان دنیا و فقرای جهان. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان این بحث قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم حسین خدایی فر برای شما ساعات و روزهای خوبی آرزو مندیم.